رسم شاعران. زیر نظر مهدی سهیلی. شنوندگان سخنشناس و صاحب دل، درود گرم و پرشور ما را بپذیرید. در هفته‌ای که گذشت به مناسبت برنامه فوق‌العاده جشن مشروطیت، موقتاً رابطه ما با شما قطع شد و در این هفته به مهر شما بزمی داریم که شاعران ارجمند و هنرمندان محبوب در آن شرکت دارند. اما قبل از اینکه از شاعران گرانمایه نام ببرم، اجازه می‌خواهم نکته ای را یادآور بشم. آن نکته عبارت از این است که در هفته‌های پیش نامه‌های فراوان و قابل توجه از سراسر کشور به دست بنده رسید که شنوندگان صاحب دل ضمن اظهار محبت به این برنامه تقاضای ارسال چند شعر را از بنده داشتند. بنده می‌دانم شنوندگان عزیز به من حق خواهند داد که بگویم ارسال هفته چند صد قطع شعر برای صدها شنونده امکان پذیر نیست. ولی برای اینکه نامه‌های گرامی شما را بدون جواب نگذاریم، به استحضار می‌رساند که نسبت به هر قطع شعر کتباً اظهار علاقه فراوان بشود، آن قطع شعر مجدداً در بزم شاعران به وسیله شاعر همان شعر تکرار خواهد شد. امیدوارم عذر عدم استطاعت بنده را در ارسال شعر بپذیرید. و اما شاعران گرامی این هفته. شاعران بزم این هفته عبارتند از یک چهره درخشان علمی و ادبی، یعنی دانشمند محترم آقای دکتر محسن هشرودی، که مقام علمی ایشان بر هیچ کس پوشیده نیست و امروز در بزم شاعران به نام یک شاعر شرکت فرمودند، تنها به نام یک شاعر. البته اگر بیان دیگرم داشته باشن غیر از شعر استفاده خواهیم کرد. همچنین آقایان دکتر خسرو فرشیدورد و علی اکبر دولفی که شاعران بزم ما هستند. مهمان گرامی ما هم دانشمند محترم و نویسنده گرانقدر آقای دکتر محمد علی معتمد هستند که حتما شنوندگان عزیز با مقالات جذاب و انتقادی ایشان در مجلات آشنا هستند. ایشان هم لطف فرمودند و دعوت ما را پذیرفتند و از سخنان گرم و شیرین ایشان لذت خواهیم بود. خواننده و نوازنده بزم هم هنرمندان پرارزش آقایان ایرج و فرهنگ شریف هستند که با نوای دلانگیز و پنجه شیرین خود بر گرمی این بزم خواهند افزود. دیگر میهمانان عزیز ما خانم فیروزه امیر معز و آقایان رضاییان و پرویز بهرام هستند که در موقع خود از هر یک استفاده خواهد شد. حالا بنده نمیدونم چطور باید شروع کنیم. در یک بزم ادبی آقای دکتر معتمد تکلیف کردن به دوستان به هیچ وجه شایسته نیست. هر طور میل آقایون هست. البته روش ما و سیره ما این است که میهمان هفته صحبتی میکنه. اطاعت میکنم. حالا خواهش میکنم که خاطره ای، صحبتی، حرفی، تاریخچه‌ای، هر چی اطاعت میکنم. بعض رو با بیان جناب عالی شروع میکنم. اطاعت میکنم. مدتی از زندگی بنده در خدمت اداری و خدمت دولت گذشته. فکر میکردم از صدها خاطرات تلخ و شیرینی که راجب خدمت دولت دارم هیچ یک متناسب با این بزمی که برای رفع خستگی از این مطالب مردم بهش پناه میبرند نیست. عدم تناسب چیه قربان؟ چرا؟ برای اینکه مردم از کار اداره، از کار خشک اداره، از مقررات، از این حرفا خسته میشن. شما از جای شیرین اداره تعریف فرمایید، اجازه فرمایید خوب اداره تعریف فرمایید. مختصر تحصیلات بنده رشته حقوقه که اون هم به تناسب هیچ تناسبی با این بزم نداره. فکر کردم که خاطره ای براتون عرض کنم که نه تنها متناسب با این بزم باشه، بلکه مربوط به این بزم باشه. صحیح. و اون دعوت جناب عالی است از بنده و برای اطلاع
آیون عرض میکنم. چندی قبل بنده در منزل بودم، تلفن زنگ زد، آقای سهیلی از بنده دعوت کردند یا از بنده خواستند که بنده به عنوان نویسنده در این بزم شرکت کنم. هرچی فکر کردم واقعا بنده نه شایسته عنوان نویسندگی هستم نه چنین ادعایی دارم. در تردید بودم که از اطاعت امر ایشون یا پذیرفتن این عنوان که برام بسیار مشکل چون نیستم کدام یک رو قبول کنم. خب برنامه ما برنامه خفض جناح و شکست خیلی نه نه این جدنی واقعیت من مقالات حضرت عالی رو خوندم. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم فراوان. امروز صبح باز در منزل بودم، تلفن زنگ زد، آقای سهیلی فرمودند که بنده باید در ظرف چند دقیقه خدمتتون برسم که فراموش کرده بودم امروزه و در برابر امر واقعی قرار گرفتم. اون چه منو قانع کرد که بیام اینجا، فکر کردم اگر مطلب گفتنی نداشته باشم مطالب شنیدنی در این بزم بسیاره و من هم مثل دیگران میام و برای رفع خستگی از اشعار دلنگیز آیون استفاده خواهم کرد. خب قربان، در دنیا هر داد یک ستدی داره. شما اگر که بشنوید و دستگاه گیرندتون کار کنه و دستگاه دهندتون کار نکنه که ما قبول نداریم. حالا اگر چیزی یادتون نیست ممکنه صبر بکنید. خود این مطلب رو، خود این خاطره ای که مربوط به 20 روز قبله ندارم. شما به عنوان خاطره قبول نداری؟ کی قبول داره؟ بنده که قبول ندارم. بسیار خوب، وقتی که اشعار آیون تمام شد اگر وقتی مون بنده عرض خواهم کرد اطاعت کنید. دلم میخواد که اینطور نفرمایید که آخر حتما باشه، وسط شایه حالی پیدا کنم، شوری پیدا کردید بفرمایید الان بانهایت میل عرض میکنید. بانهایت میل عرض میکنم ولی باز همونطور که عرض کردم این شکست نفسی نیست و من خودم نویسنده نمیدونم. خب کسی که گاه گاه به خاطر دلش چند سطری میمیسه این نویسنده نیست. ولی جناب عالی که مرتب و مداوم من ازت مقاله میخونم. خب از خوانندگان از این زحمت مداوم بنده عذر میخوام پیشاپیش. عرض به حضورتون، پس الان نوبت رو میدیم به جناب آقای دکتر هشرودی. آقای دکتر، جناب عالی که از رادیو خیلی صحبت فرمودید ولی عنوان بزم شاعران نداشته و حالا در این بزم حال بزمی باید داشته باشید، خاطرات شیرینی بفرمایید، صحبتی بفرمایید، اگر نه که بیانی راجع به شعر دارید که میتونه ارشاد بکنه شاعرای جوان رو. ولی بی سابقه با این برنامه من نیستم. در حدود 7-8 سال پیش برنامه صدای شاعر بود که منم یکی دو سه بار شرکت کرده بودم، البته زیاد بی سابقه نیست. ولی برای امسال امر جناب عالی که شرفی آبی امروز منم موکول و همون امتصاله، یه قطع شعری رو فعلا من خودم میخوانم با اجازه آیون. ولی چون به دعوی شعر نیامدم، یعنی شغل شاغل من البته این نیست مثل بیشتر شعرها. بله جناب عالی، اتفاقا میشه گفت تباین داره به کار شاعری. شما یک عالم رایتیدان هستید، درست نقطه مقابل شعر صحیح، ظاهرا اینجور به نظر میرسه، درست هم است. برای دیگر دوستانم من تصور میکنم این شعر یه جور تفننی است، یعنی از این باب که اگر واقعا اون حس درون، اون رمز آنیتی که نمیشه بیان کرد در نهاد انسانی، اگر او واقعا تشخیص نشه شعری به وجود نمیاد. صحیح. هر شعری به یه خاطره ای البته تعلق میگیره. از من البته سابقه این که این شعر چرا تکمیل شده نخواهید، ولی برای امسال امرتون یه قطعه سایه ایست میخوانم. خواهش میکنم. خب با آقای شریف هم دارن ساسون رو کوش میکنن که با آقای دکتر هشرودی کمک بکنن، این همراهی بکنن برام. تمام شد آقای ساز. خواهش میکنم بفرمایید. عنوان شعرتون چیه جناب دکتر؟ سایه. سایه. این سایه شما رو از سر ما کم نکنه و سایه شعرتون. این قطعه سایه است با اجازه مستمعین محترم. دامن کشد چو مهر گریزان پای، ای سایه چون خیال گریزان. با من به خیره راه همی پویی، زین راه رفته باز نمی مانی. بسیار بسیار. از سیر خیش خسته چو باز آیم، با من به سوی دمکده باز آیی. فرسوده سرنهم چو به بالین شب،
در بسترم فتاده بیاسایی. خور تا به نور خیش جهان گیرد میابمت به جایه دوشین. کم کم ز ظلمت سپری گشته سربر کن ز خواب شب نوشین. خواهم که یک زمان ز تو بگریزم با خیرگی به دامنم آویزی. ور تنگ تر دمی به برت گیرم همچون خیال گم شده بگریزی. زین جستجوی بیهوده ای سایه فرسوده گشت جان و به سر شد رو. یا ترک همرهی کن و بگذارم یا غمگسار من شو و با من سوز. گیرم که مهر بر تو به افسونی بخشد به فیض هستی خود مایه. فارغ مشو ز من که اگر میرم مرگ من است مرگ تو ای سایه. بسیار لذت بردیم آقای دکتر و من صدا میکنم که خانم امیر موعظ دومین قطعه شعر شما رو بخونم. اجازه میفرمایید؟ خواهش میکنم. دومین قطعه شعرشون عنوانش سایه هاست. پس اون یکیش سایه است، یکیش جمع باها داره سایه ها. شما تحت تاثیر سایه هستید آقای دکتر؟ ظاهره من چون سایه وار زندگی میکنم. نه یعنی سایتون بر سر اشخاص مثل این که به این حرمت با اجازتون. خب بنده در شعر خاقانی دیدم وقتی آدم دیوان خاقانی رو تصفح میکنه ببینیم خاقانی تحت تأثیر صبحه. بعضی شاعرها رو میبینیم در دیوانشون از کبوتر زیاد یاد کردن. خاقانی چون زیاد به سفر مکه رفته و حجاز و در اون بیابان و اون وادی پر رمل طلوع صبح رو دیده خیلی لذت میبوده از صبح. هیچ کس به اندازه خاقانی درباره صبح شعر نداره و من این که عرض کردم عنوان تفریح نداشت و سوالی بود. صحیح. یک کسی تحت تاثیر یک پدیده ایست، یک کسی شب رو دوست داره، یک کسی از غروب خوشش میاد و بدون اینکه توجه داشته باشه یا خودآگاه یا ناخودآگاه میبینیم در شعرش اون پدیده آمدش و نامی از اونجا بوده شده. این است که حالا این سوال رو کردم به این علت. خب خانم امیر موعظ خواهش میکنم. دامن کشید و رفت چو خورشید از افق. دامن کشید و رفت چو خورشید از افق. تنها به باغ ماند از آن سایه های شب. در دیدگان خیره من تیرگی فزود تا چیره شد به جان من افسانه های تب. این سایه های مبهم و درهم به چشم من اشباح عشق های گذشته است در ملال. این تکرار بفرمایید خانم بیتون لطفا. بله خواهش می‌کنم. این سایه های مبهم و درهم به چشم من اشباح عشق های گذشته است در ملال. شب چیرگی دهد به سرانگشت های غم تا بردرند دفتر افسانه خیال. آن سایه بنفشه رسته به طرف جوی آن سایه بنفشه رسته به طرف جوی موی سیاه دلبر دور جوانی است. وان سایه های نرگس فتان نیم باز چشمان نیم مست شب کامرانی است. آن سایه بلند ز سرو سهی به باغ آن سایه بلند ز سرو سهی به باغ یادی ز قد و قامت معشوق رفته است. خیلی لطافت.
وین سایه های مظلم مخفی به گوشه ها افسانه زمان ز خاطر نهفته است. امشب به یاد بود زمان های گم شده ره برد من به باد در آغوش سایه هاست. در جستجوی جان تو همراه یادها افسانه خاموش تو در گوش سایه هاست. به نظر بنده اگر که جناب آقای دکتر هرشودی جز این یک شعر نفرموده بودن، همین یک شعر کافی بود که از شعرهای عالی مقام باشه. بله حق همینه. خب حالا مثل که در قیافه میخونم که آقای دکتر فرشید ورد بعد از آقای دکتر هرشودی از همه سندشون زیادتره. ولی آقای دکتر، البته این که سوال نکردیم، آقای دکتر هرشودی از هرمن شمس هستن ولی با نام سرکار شاید کم و بیش آشنا باشن و شنوندگان دوست داشته باشن شما رو بیشتر بشناسن. اولا بفرمایید که شما دکتر در چی هستی؟ من دکتر در ادبیات هستم و خودم شاعر نمیدونم، بیشتر در دستور و کارهای تحقیقی ادبیات کار کردم. 18 سال در تهران دبیر بودم و حالا در دانشکده ادبیات اصفهان استادیار هستم. گویای بیشتر بیوگرافی شما شعرتونه که با به احساستونم پی ببریم و تمنا میکنم شعرتون رو بفرمایید. یعنی دو قطعه شعر باید بفرمایید، پیش بینی شده که صدای بنده هست. یک قطعه رو سرکار خودتون بفرمایید و دیگریش خواهش میکنیم یکی از آقایون یا آقای رضاییان یا آقای بهرام بخونه. شعری که بنده در نظر گرفتم در این برنامه بخونم قطعه است به نام از یاد مبر. عشق من، خاطره عشق من از یاد مبر. یادم ای شاخ گل نسترن از یاد مبر. بسیار مطلعی خوب. آن گل یاس سپیدی که به دستم دادی، ای گل یاس سپید چمن از یاد مبر. بسیار بسیار این باحال. خاطرات خوش این عشق جنون آسا را مبر، ای بوی خوش یاسمن از یاد مبر. چون ببوسد لب مهتاب گل روی تو را، بوسم ای گل مهتاب تن از یاد مبر. چون پر نرم نسیمی به نوازد رویت، نغمه نرم غزلهای من از یاد مبر. یاد بادون که مرا یار عزیزت خواندی، یاد این یار عزیز کهن از یاد مبر. شنگه از غمت سوختم، با ستمت ساختم، این همه سوختن و ساختن از یاد مبر. عالم و هرچه در او هست ببر از یادت، لیک دل دادن و عاشق شدن از یاد مبر. نصیحت خوبی است. بهترین معرف ایشون این شعر لطیفشون. بله خب بسیار 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 شاعر در شعرش آی دکتر زندگی میکنه. همینطور بسیار شعر با یک نظره دقیق میشه فهمید شاعر تا کجاش رسیده، از پایگاه علوم و پایگاه حس و پایگاه درد. بسیار صحیح. به هر حال این گویای راز درون آقای دکتر فرشید ورد بود. در صد دکتر از یاد برده طرف آقای رضاییان یا آقای فرمود آقای رضاییان از کردم که اون طرف از یاد برده یا نبرده هنوز این واقعیت رو ما بدونیم که اینجا ازم دادگاه گرفتن عقاریر نیست. اینجا که ما بدونیم اونه که خودشو میدونند و خود خودشو میدونند با دلش عرض بزرگ مبارکتون. حالا آقای بهرام یا آقای رضاییان کدوم آمادگی دارید که این شعر دوم از آقای فرشید ورد دریافت فرمایید و بخواهش دارم؟ آقای رضاییان مثل این که راز لطف کردند و آقای رضاییان دوم رو نوبت گرفتن. خواهش میکنم. منم خواهش میکنم. رضاییان آقای شریف رسال لطف میکنم. موسیقی
گر شبی یارم به عالم داستانت میکنم. آیه بهرام بنا نبود موقع شعر خوندن راه بریم دیگه. من خواهش باشم. گر شبی یارم به عالم داستانت میکنم، با گل جاوید شعرم جاودانت میکنم. گر شبی آرام جانم با بهار شعر خود، دلستانتر از بهار گلفشانت میکنم. گر شبی الهام بخشم، گر شبی الهام بخشم، بخشمت تاج غزل بر سر تخت هنر، معبود جانت میکنم. گر شبی دلدار من بر آسمانت میبرم، افسر خورشید و ماه و کهکشانت میکنم. به به بسیار خوب. گر شویدم ساز جانم، گر شویدم ساز جانم، جان به راحت میدهم، قصر دل میبخشمت، عشق آشیانت میکنم. میتراشم از بلور شعر اندام تو را، با خدای عشق و مستی هم عنانت میکنم. جلوه جادوی شبها را به چشمت میدهم، نوشخند صبح و تاج آسمانت میکنم. از پرند عشق و ناز و از حریر جان و دل، جامعی بر پیکر چون پرنیانت میکنم. هرچه زیبایی به عالم هست میبخشم به تو، تاج زیبایان و خوبان جهانت میکنم. هرچه زیبایی به عالم هست میبخشم به تو، تاج زیبایان و خوبان جهانت میکنم. نوبهار روی تو روزی خزان گردد، ولی من به شعر خوش بهار بی خزانت میکنم. نوبهار روی تو روزی خزان گردد، ولی من به شعر خوش بهار بی خزانت میکنم. خیلی قشنگ. خیلی خیلی. گر بنوشم جرعه ای از جام شیرین لبت، لیلی دوران و شیرین زمانت میکنم. تمام شد. بسیار بسیار. شما دکتر رشیدی جناب عالی، البته از خاطره و یا صحبت آقای دکتر معتمد باز موقعی که خودشون داوطلب باشن استفاده خواهیم کرد، ولی من می‌خواستم صدایی بکنم، یه مطلبی، یه تذکری، یه تبصره‌ای درباره شعر زمان بفرمایید. و البته خود جناب عالی بهتر از هر کس مسبوق هستید که خیلی نوسان در کار شعر پیدا شده و هر کس مدعی است که این شعری که من میگم درسته و این مکتبی که من پیروی می‌کنم صحیحه. ضابطه ای برای این کار هست به نظر جناب عالی؟ بیشک نه، برای اینکه با تمام دعوی هایی که گویندگان غربم کردند و شعر اوبژکتیف رو پیش کشیدند، هنر به ذات سوبژکتیفه، یعنی با ذهنیت انسان بیشتر کار داره. عالم هنری درسته که منعکس در عالم خارج میشه، یا به وسیله الفاظ و ترکیبات معانی، یا به وسیله تجسم یک پرده خیالی نقاشی یا یه مجسمه معماری از نظر هنر پلاستیک،
ولی با این همه عالم تفنن هنری بیشک به ذهنیت هنرمند مربوطه. بنابراین اصالت هر شعر در خود شعر گوینده است، مگر اونهایی که البته تقلیده، اون هم به دیگریست. اما شعری وقتی اصیله بیشک این به ذهنیت خود هنرمند مربوطه و این ذهنیت ها چون متمایزند هر شعری از شعر دیگه به ذات متمایز خواهد و دعوی شاعر در این مورد صادقه وقتی میگه این چی که من میگم اصیله، زیرا که گفته خودشه میگه و این ذهنیت خاصه بود. گاهی معانی متبادر به اذهان مختلف میشه که به اصطلاح ادبی توارد میگن. خب اینجا مسئله مقایسه این که کدام معنا رساتره پیش میاد و این جزء صنایع ادبی محسوب میشه، در واقع این دیگه مربوط به ذات هنر نیست، بلکه این به بیان هنر مربوطه. ممکنه کسی در بیان هنر قوی تر باشه و به همین دلیل هم شعرهای دست اول و دوم و سوم و چهارم داریم. اما در مقام ذهنیت و در مقام ادراک و احساس من واقعا تمیزی نمیتوانم ببینم بین احساس هیچ شاعری. این همون آفتاب جهان افروز است که همین تافت بر آرامگاه قادوسم بود. واقعا این شعر هنوز هم میبینید صادقه. ما هم این آفتاب رو که تجلی میکنیم میبینیم قادوس عمود هم دیدن. اما از نظر علمی بخواهید نگاه کنید این اون آفتاب نیست. رنگ هزاران هزار خروار از وزن کم شده. هر ثانیه این آفتاب 3 میلیون خروار از وزن خودش کم میکنه. رنگ جهانی رو بیافروزه. ولی با این همه این همان آفتاب جهان افروز است. ذهنیت شاعر رو اگر بخواهید از شعر بگیرید شعری باقی نمیمانه. بنابراین دعاوی این اشخاصی که به شعر انگاژه، شعر متعهد دست نیازن یا فرض کنید ادهی شعر رو استخدام میکنن در عالم اخلاق یا دیگران، این به ذات خود شعر مربوط نیست، بلکه این مسئله استخدام هنر در یه منظوریست. همچنان که علم رو هم میتوان استخدام کرد در تخریب خانه های مردم و بمب ساخت، در حالی که ذات عالم در جستجوی چنین امری نیست، اون هم را علمی رو تحقیق میکنه. کاملا. بنابراین به گمان من دعوی هر شاعری در مقام ذهنیت شعری که آفریده اصالت داره و راست میگه. شعری که آفریده اوست شعر آفریده اوست و اصیله و بی‌نظیر به نتیجه. حالا این معنا رو ممکنه کسی دیگه ای توارد به ذهن بهتر بیان کنه، شاید، ولی اون شعر دیگه این شعر نیست. مثل پرده های نقاشی است که شما حتی یک نقاش رو، من نمیگم دو نقاش رو، بدید یه چهره ای رو بسازید و از دو دید مختلف و دو منظر مختلف یه چیزی از خود نقاش در این تابلو است. شما این نمیتونید در اون مدل جستجو کنید، این چیزیست که نقاش به اونجا افزوده و این ذات هنره. ولی الان میشه دوربین نقاشی و دوربین نقاشی بیشک بهتر از نقاش میتوانه کوتاه ترین و کوچک ترین و ظریف ترین نکته های چهره رو منعکس کنه. ولی با این همه شما ارزش یک تابلو نقاشی رو هیچ وقت به همون میزان قرار نمیدید که یک تابلو نقاشی رو، زیرا که یه چیزی از هنرمند در اون تابلو نقاشی است که در جلوه نقاشی وجود نداره. کاملا. بنابراین تصور میکنم عرض من جواب سوال جناب علی رو داده باشه. بله بله، استفاده کردیم بسیار بسیار. آیا که متهم جناب علی صحبت داشتی در این مورد؟ فرموده بودید که خاطره ای براتون نقل کنم، خاطره ای که مربوط به شعر و شاعری هم هست، و حالا که شما قانع شدید که حتی خاطره اداری هم از بند بشنوی تو عرض کنم، این رو عرض میکنم و مربوط به اثر یک بیت شعره در اداره. و چون قرار است که اسم اشخاص رو نبریم و ای کاش میتونستم ببرم و اخلاقا تعهد نبود، تا اون وقت بیشتر درک میفرمودید که چقدر مؤثر یک شعر در تغییر وضعیتی روحیه‌ای، این رو براتون عرض میکنم. خواهش میکنم، بسیار مناسبه برای من. بنده در یک اداره ای که بودم پرونده ای پیش بنده مطرح بود که دو نفر در این پرونده دخالت داشتند و استکاک منفعت، یکی بسیار زورمند، قوی، پولدار، متنفذ و بیزوق، چون اسمشو نمیارم میتونم صفاتشو بگم، دیگری یه مرد وارسته‌ای که در اون موقعی که اون طرفش دنبال تحصیل دلیل میدوید، این میدوید که مضمون بکر پیدا کنه، کتاب خطی پیدا کنه، از این چیز. اون چه استنباط بنده بود؟ این بود که حق به جانب اون مرد شاعر خوش‌ذوقی است که تحصیل دلیل نکرده. ولی میدونید که پرونده حاکی از این امر بود. پرونده حاکی از این امر بود، ولی واقع قضیه غیر از این بود. بنده در جستجوی راه حلی بودم. یک روز اون مرد زورمند دنبال کارش آمد و بنده امروز فردا می‌کردم که بلکه راه حلی پیدا کنم.
سرم خلوت بود و خواهش کردم که بنشینه و چند دقیقه صحبت کنه. نشست و گفتم قربون از شما میخواستم خواهش کنم که بفرمایید که این مبلغ و این مقدار و این قضیه برای شما قابل نیست و ممکن است که تمنا کنم که بگذارید از او و رها کنید این کار رو. شروع کرد برای اثبات حقانیت خودش به داستانی که من این رو بزرگ کردم، من به این کمک کردم، من به این محبت کردم و بسیاری از این مطالب و فعلا روی حق ناشناسی است که او از من کرده، نسبت به من کرده که من این کار رو کردم. صحیح. تقریبا یقین داشتم خلاف میگه، ولی تا این حرفا تمام شد گفتم به همین جهت باید رهاش بکنید، در این که مگر نشنیدید چوب را آب فرو می نبرد دانی چیست؟ آرش آید ز فرو بردن پرورده خیش. شما که خودتون اینو بزرگ کردید، شما که خودتون اینو در اجتماع بهش کمک کردید، فعلا ننگه که این کار رو بکنید. آنن قلم و کاغذ از روی میز من برداشت، گفت بفرمایید چی بنویسم. بنده هم دیکته کردم و نوشت و صرف نظر کرد از اون کار و از خاطراتی است که به این جلسه که بزم شاعرانه است تقریبا تا حدی مربوط بود. بسیار خوب بود. نفوذ کلمه سرکار بوده و نفوذ اون یک بیت شعر، البته خیلی متنخیر نفوذ اون بیت شعر. بسیار بسیار استفاده کردیم و خوشبختیم و متشکریم از اینکه بیانی فرمودید در این برنامه. خب میبینم که آقای شریف زل زدن تو چشم من و دست زیر چونه شونه و تارشون هم مثل بچهشون تو بغلشون گرفتند و آقای ایرج هم لبخند ملیحی به لبشون آمد از این حرف منو و آمادن بخونه. بله خنده فرمودید آقای ایرج. خب آقای ایرج بفرمایید، برای این هفته ما چی حاضر کردید؟ شما میدونید که در برنامه ما باید فکر بکنی، هر 15 یک بار نوبت شماست به چیز خوب تهیه کنی. البته همه آوازهای شما دلانگیزه، ولی یک کار ابتکاری باید بفرمایید و منتظرن که آقای ایرج ایرجانه یه آواز خاص برنامه بزم شاعران بخونه. حالا بنده امروز غزلی از مهداد اوستا میخوام بخونم در مایه دشتی. حالا نمیشه مثلا یه تیکه حسینی بخونید، یه تیکه های آواز رو بخونید، همیشه از درآمد شروع کنید. البته از درآمد شروع می‌کنم، ولی شعر یه طرز به خصوصی اگه بتونم. آه خواهش می‌کنم، من مخلص طرز به خصوصتونم. بله پس آقای شریف سرکارم نوازش بدید گوشای ما رو با اون سازتون تا آقای ایرجم سر حال بیان. شریف در یه برنامه میگفتن که من در برنامه بزم شاعران تنفر میشم که برای دلم میزنم اونجور که دلم میخواد میزنم، به همین جهت خوب میشه. بله همیشه خوب میزنم.
اشکی بگو آهی بگو
سرگشته شیدائیم، دیوانه رسواییم، تو هرچه میخواهی بگو استفاده کردیم. شما تشریف برید آقای ایرج. با اجازهت. بله. چای هم آوردن دامل میفرمایید بعدش. تشریف برید. مرحبت کردم. خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم. حالا نوبت سومین شاعر ما یعنی آقای علی اکبر دولفی است. اما قبل از اینکه آقای دولفی شعرشون شروع بکنن اجازه میخوام یک سابقه ذهنی به شنوندگان درباره ایشون بدم. یک شعر ایشان را که در مشاعره خواندم خیلی‌ها با اون شعر آشنایی دارند و اون شعر معروف است. مطلع اون غزل این است: دوست دارم شمع باشم، در دل شب‌ها بسوزم، روشنی بخشم میان جمع و خود تنها بسوزم. این غزل زیبایی است و من خواهش می‌کنم که خود آقای دولفی این غزل رو شروع بفرمایند و غزل بعدشون رو بنا به نوبت به آقای پرویز بهرام خواهیم داد که خواهش خواهیم کرد که قرار بفرمایید. خواهش می‌کنم. خب آقای دولفی سرکار. خواهش می‌کنم. دوست دارم شمع باشم، در دل شب‌ها بسوزم، روشنی بخشم میان جمع و خود تنها بسوزم.
شمع باشم، عشق بر خاکستر پروانه ریزم، یا سمندر گردم و در شعله بی پروا بسوزم. لاله تنها شوم در دامن صحرا برویم، کوه آتش گردم و در حسرت دریا بسوزم. بسیار بسیار. ماه گردم در شب تار سیه روزان بتابم، شعله آهی شوم خود راز سر تا پا بسوزم. اشک شبنم باشم و برگونه گلها بلغزم، برق لبخندی شوم در قنچه لبها بسوزم. یاز همت پر بسایم بر سریا همچو عنقا، یا بسازم آنقدر با آتش دل تا بسوزم. خب آقای بهرام دیگه سرکارم زیاد بیکار ننشینید و شعر دوم آقای دولفی رو سرکار بیان بفرمایید. خواهش میکنم. اشاره فرمودید که آقای شریف بزنن و معمولا این کارو میکنن. گنج شایگان دارد دانه در گوشش، عمر جاودان بخشد چشمه لب نوشش. می رود دلم از هوش تا به ناز می رقصد، گیسوی دلاویزش روی مرمر دوشش. بلبل از کجا دارد در بهار گلشنها، عالمی که من دارم در بهار آغوشش. نغمه ساز خاموشم، مست فارغ از هوشم، تا مدام می نوشم میز لعل خاموشش. قطره‌گوهر اشکی که از دو دیدم غلطید، دانه دری گردید بحر زیور گوشش. ای که نازها داری دل نیازها دارد، با کرشمه نازی دل برا ببر هوشش. کرده شام تارم را بامداد نوروزی، آفتاب رخسارش جلوه بناگوشش. کرده شام تارم را بامداد نوروزی، آفتاب رخسارش جلوه بناگوشش. خوشدلم که میبینم نقش دلفریبش را، در صفای عشق خیش گر شوم فراموشش. خب دوستان، بنده اگر تعارف کنم که شعری ندارم دروغ گفتم، چون نمیخوام دروغ بگم، خواهش میکنم مجبورم شعری بخونم و به بزم امروز خاتمه بدم. ولی قبل از اینکه شعر رو شروع بکنم، باید عرض بکنم که این قطعه شعر نامش نیایش هست و بنده تحت تأثیر حالتی خاص و توجه به مبدأ ساختم و باز حالت نیایش داره و مناجات، و امیدوارم بتونم با بیان نارسای خودم اون احساس و حالی رو که داشتم به شنوندگان عزیز منتقل کنم. خب آقای شریف پس سرکار شروع بفرمایید تا بنده حالی پیدا بکنم و شروع بخونم. خدایا بنده‌ای درد آشنایم، به سر افتاده‌ای بی دست و پایم، ز غم‌ها سینه‌ام دریاست دریا، گواهم گریه‌های
های هایم. به درگاه تو می نالم بزاری، مرا بگذار با این ناله هایم. مرا در آتش عشقت بسوزان، مکن زین شعله سوزان رهایم. از این آتش دلم را پرشرر کن، بسوزان سوز دل را بیشتر کن. به آه در گلو بشکسته سوگند، به سوز سینه های خسته سوگند. به غم پرورده مهنت نصیبی که در خون جگر بنشسته سوگند. به اشک مادری که از داغ فرزند فرو ریزد به رخ پیوسته سوگند. به بیماری که در هنگامه مرگ برایت نالش آهسته سوگند. به آن برگشت ایام نگون وقت که راهش از همه سو بسته سوگند. مرا در بی کسی پیوسته کس باش، به وقت ناله ها فریاد رس باش. هزار افر. به بی پایی، به بی پایی که در راهی خزیده، به بی دستی که دست از جان کشیده، به محرومی که نالت در شب تار ز غمها جان او بر لب رسیده، به آن بیماردار شب نخفته که ریزد اشک مهنت تا سپیده، به ناکامی که در شور جوانی به خاک سرد گوری آرمیده، به پیر خسته جان مستمندی که پشتش در تهی دستی خمیده، به آن طفل یتیم بی پناهی که لبخند محبت را ندیده، بده دستی که دستی را بگیرم، ز خجلت پیش محتاجان نمیرم. آفرین آفرین. قسم بر دستگاه کبریایی، قسم بر شوکت عرش خدایی، قسم بر بینوای سیر چشمی که دارد صد نوا در بینوایی، قسم بر گلرخ عاشق نوازی که در او نیست رنگ بیوفایی، قسم بر مادری که از هجر فرزند بود گریان به شبهای جدایی، قسم بر دختری که از راه پرهیز شکیبایی کند در پارسایی. دورنگی را ز جان من جدا کن، دلم را با محبت آشنا کن. ایشو یکی دعاتون مستجاب بود. تشکر. جدن سراپا سوزحال بود. متشکرم. بسیار بسیار. هزار آفرین. دعاتون مستجاب. از این نظر آقای دکتر. بخشید خدا بهش. انشاءالله. خیلی باحال خوندن. خیلی باحال. بسیار خوب. هم شعر خوب بود. هم خیلی خوب خوندن. تشکر میکنم. خب یاران و دوستان عزیز بزم شاعران، برنامه ما به همین جا پایان میپذیرد. و بنده به اتفاق دانشمندان ارجمند آقایان دکتر هشرودی، دکتر محمد علی معتمد و شاعران گرامی آقایان دکتر خسرو فرشیدورد، علی اکبر دولفی، خانم فیروزه امیر معز و آقایان رضاییان و پرویز بهرام، فرهنگ شریف و ایرج، از همه شما خداحافظی میکنیم و برای شما روز خوش و دل شاد میطلبیم.
روز بخیر.